در ماه دسامبر سال جاری میلادی مأموریت 5 ساله بانکمون دبیرکل سازمان ملل متحد به پایان میرسد و از همکنون اقداماتی برای انتخاب جانشین وی در حال انجام است. آنچه که در انتخاب رئیس جدید به چشم میخورد تلاشی است که بسیاری از 193 نماینده سازمان ملل برای انتخاب یک زن به سمت دبیرکلی این سازمان به عمل میآورند. گزارشی در این زمینه. روز سه‌شنبه 10 نفر از 12 داوطلبی که برای احراز پست دبیر کل سازمان ملل رقابت می‌کنند در یک مناظره تلویزیونی شرکت کردند. این برای نخستین بار در تاریخ 70 ساله سازمان ملل متحد است که مجمع عمومی سازمان ملل پرده اسرارآمیزی را که همواره پیرامون فرایند انتخاب دبیر کل این سازمان بین المللی کشیده بود برداشته و جریان انتخاب را با اعلام اسامی نامزدها و برگزاری جلسات مناظره به آگاهی عموم می رساند. در جریان شفافسازی روز سه‌شنبه 2 جلسه مناظره از داوطلبان از طریق شبکه تلویزیونی الجزیره و تارنمای سازمان ملل به سراسر دنیا پخش شد. در این جلسات مجریان تلویزیون الجزیره پرسش‌های لازم را در زمینه‌های مختلف از قبیل شیوه رهبری در سازمان ملل، تغییرات اقلیمی، دادگاه بین‌المللی، جنگ داخلی سوریه و نبردهایی که به تازگی در سودان جنوبی رخ داده است مطرح کردند. مأموریت 5 ساله بانکیمون دبیر کل کنونی سازمان ملل که قبلاً وزیر خارجه کره جنوبی بوده در پایان سال جاری به پایان میرسد و باید کنارگیری کند. نزدیک به 1/4 نمایندگان 193 کشور عضو سازمان ملل تلاش میکنند که این بار یک زن دبیر کل سازمان ملل متحد شود. ایگور لوکسیک وزیر خارجه سابق مونتنگرو میگوید: ما غالبا وقتی درباره چالش‌های پیش روی سازمان ملل صحبت می‌کنیم به این نکته پی می‌بریم که باید به اصول اساسی آن که برابری جنسیتی است پایبند باشیم. با توجه به اینکه 50% از جمعیت جهان را زنان تشکیل می‌دهند و شمار زیادی از آنها زیر 35 سال هستند، بنابراین ما باید در جهت آماده کردن سازمان ملل برای پذیرش زنان کار کنیم، زیرا اینها نسل‌های آینده ما را تشکیل می‌دهند. در جریان مناظره روز سه‌شنبه بحث بر سر انتخاب یک زن برای مقام دبیرکلی سازمان ملل با استقبال گرم بسیاری از اعضای سازمان روبرو شد. ایرینا بوکوا از کشور بلغارستان در حال حاضر رئیس سازمان یونسکو است. من به کثرت‌گرایی باور دارم، زیرا از کشوری آمدم که جامعه چند فرهنگی دارد و به سان پلیست میان شرق و غرب. ما در اروپای شرقی معنای دگرگونی و تغییر جامعه را به خوبی درک می‌کنیم و می‌دانیم که چه چیزهایی جوامع دموکراتیک و ارزش‌های دموکراتیک را می‌سازد. در حال حاضر نیمی از داوطلبان دبیرکلی سازمان ملل را زنان تشکیل می‌دهند که رئیس یونسکو، وزیر خارجه سابق کرواسی، وزیر خارجه سابق مولداوی و نخست وزیر سابق زلاندنو از آن جمله‌اند.